قیمت ارزهای خارجی در هفته‌ای که گذشت در ایران نرخ نزولی داشت. آیا این به معنای بهتر شدن وضعیت اقتصادی در کشور است؟ و در افغانستان نگرانی‌های موجود درباره سلامت انتخابات چقدر واقعی، چقدر سیاسی است؟ سلام بر شما و خوش آمدید به صفحه دوی آخر هفته. در ایران قیمت ارز که در ماه‌های گذشته دائما نرخ صعودی داشت و بالا و بالاتر می‌رفت، در هفته‌ای که گذشت نرخ نزولی پیدا کرد. گرچه بسیاری می‌گفتند بازار متلاطم است و قیمت واقعی نیست، اما همین کافی بود که گزارش‌هایی از ازدحام برای فروش دلار در شهرهای مختلف برسد. از طرف دیگر عده‌ای هم هستند که این را صحنه دیگر از نمایش می‌بینند که صحنه‌گردانش دولت است و پایین آمدن قیمت دلار را واقعی نمی‌دانند. در این برنامه می‌پرسیم چقدر این کاهش قیمت واقعی است، چقدر ممکن است مقطعی باشد، چه تحولات احتمالی باعث آن شده و تا کجا می‌شود به روند کاهش قیمت امیدوار بود، تأثیر آن بر اقتصاد ایران تا کجاست. سه میهمان داریم. محمد رضا سبزعلی‌پور تحلیلگر مسائل اقتصادی ایران از همدان با ما همراه شدند. سارا بازوبندی مدیرعامل مؤسسه مشاوره ریسک سنجی خاورمیانه از هامبورگ و هادی کهالزاده پژوهشگر اقتصادی دانشگاه براندایس از بوستون. خوش آمد میگم به هر سه مهمان برنامه. من میخوام اول نظر هر کدوم و تحلیل هر کدوم از شما رو بپرسم در مورد اتفاقی که داره در بازار میفته. آقای سبزعلی‌پور از شما شروع میکنم. بانم یاد خدا و با سلام خدمت شما شنونده بینندگان محترم و مهمانان گرامیتون. منم خدمت شما باید عرض بکنم که بحث ارز یک بحث بسیار مهمه، هم درآمدهای ارزی هم خود ارز یکی از ارکان بسیار مهم هر کشوری محسوب میشه و کم و زیاد اون میتونه اقتصاد هر کشوری رو از عرش به فرش یا برعکس از فرش به عرش برسونه. الان متاسفانه این بحث خدمت شما عرض کنم که نابسامانی ارزی در کشور ما منحصر به این روزهای اخیر نیست، چند سالی است که این اتفاق افتاده، ولی از سال گذشته خیلی این طوفان شدیدتر شده وزیدنش و تأثیرات بدی رو گذاشته. از ابتدای سال جاری هم خیلی بدتر شد متاسفانه و سیاست‌های غلطی که اعمال شد، این سیاست‌ها منجر به نوسانات شدید قیمتی در بازار گردید. حالا توی این چند روز گذشته هم که همچنان شما هم اخبارش رو داشتید و دوستان دیگه و بینندگانتون شاهد بودن، هم یک مرتبه قیمت جهش پیدا کرد و هم طی روزهای گذشته یک افت شدید قیمتی داشتیم که منجر به سردرگمی اون کسایی که اصلا تجربه این کار رو نداشتن و ارز خریده بودن در منازل نگه داشته بودن شد که بیان و بفروشن، که الان هم خریداری به اون صورت نبوده و خیلی ها ناراحت و غمگین از این هستن که چرا متضرر شدن و این میتونه خیلی تأثیر بسیار منفی بر اقتصاد ما بذاره، چه از بابت منفی بودن یعنی کم شدن قیمت، چه از بابت افزایش قیمت و میتونه مثبت باشه بعضن از بابت کاهش قیمت. خانم بازوبندی به نظر شما چی شده که یک دفعه در ظرف هفته اخیر شاهد سیر نزولی قیمت هستیم؟ نمیتونیم راجع به قیمت به طور دقیق صحبت کنیم، اما گفته میشه که پایین آمده. ببین چند تا عامل مختلف دست به دست هم داد که قیمت رو پایین بیاره. یکی از مهمترین عواملش همین به اصطلاح فانتزی فکری که فضای حاکم بازار هست الان در مورد چشمنداز کاهش بیشتر قیمت ارز در کشور. یعنی همونطور که فرمودن آقای سبزعلی‌پور که یه عده‌ای واقعا از مردم عادی تصمیم گرفتن که سوار بر این موج افزایش قیمت بشن در یک مقطعی و بسیاری از دارایی هاشون رو از ریال، حالا به شکل ملک بود یا به شکل سپرده بود، به شکل طلا بود یا هر چیز دیگه، بیان تبدیل کنن به ارز با امید اینکه این دارایی ها ارزششون از دست نره و یا حتی در مقطعی کوتاه مدت سود بیشتری هم عایدشون بشه. این یکی از عوامل بود، یعنی اومدن بازگشت این به اصطلاح دلارهای خانگی به بازار باعث شده که یک عرضه بیش از اندازه بیش از کش
پوشش بازار در بازار ایجاد میشه و در هر بازاری هم شما الان اگه نون سنگک هم همین اتفاق براش بیفته دقیقاً روی قیمتش همین تاثیر رو خواهد گذاشت. اگر که شما عرضه بیشتر از تقاضا داشته باشین باعث افت قیمت میشه، همونطوری که عرضه کمتر از تقاضا باعث افزایش قیمت شد. خب این یکی از دلایله. دلیل بعدی به نظر میرسه که البته خب این هنوز دولت این قضیه رو تایید قطعی نکرده، ولی به نظر میرسه که بانک مرکزی تصمیم گرفته که پا پیش بگذاره و با تزریق دلار به داخل بازار این قضیه رو تا حدودی کنترل بکنه. یعنی این شوک اولیه رو به بازار وارد کرد، سقوط اولیه قیمت اتفاق افتاد، بعد مردم هجوم آوردن، دلارهای خانگی ریخت تو بازار و این باعث افزایش کاهش قیمت بیشتر هم شد. نکته سومی که وجود داره این هست که ببینید به هر حال اون فضای حاکم بازار تحت تاثیر یه سری عوامل خارجی هم هست و همین نشست‌های جدیدی که اتفاق افتاد بین مقامات ایرانی و مقامات اتحادیه اروپا در مورد اینکه یک ضمانتی اتحادیه اروپا بده برای ایجاد و بازنگه داشتن کانال‌های ارتباطی مالی و بانکی با ایران، این باعث شد که به هر حال سیگنال مثبتی، یک چشم‌انداز مثبتی رو در داخل بازار ایجاد بکنه. آقای کالزاده نظر شما چی هست؟ آیا فکر میکنید که عرضه بیشتر از تقاضا بوده یا مسئله فراتر از این سیاسی و دیپلماتیک هست؟ من فکر میکنم اگر با تأکید بر این که حقیقت مبادلاتی که در حوزه دلار کاغذی داره صورت میگیره، اگه حذفش رو در کل بازار دلار در نظر بگیری، بازار 90 میلیارد دلاری در حقیقت 90 میلیارد دلاری ایران که یه حجم بسیار کمیه، با تمرکز رو اون، با توجه به اهمیتش، با توجه به اینکه اون داره الان قیمت رو معرفی میکنه و ملاکی هست متاسفانه برای قیمت گذاری سایر کالاها، چشماندازی هم که گفتن خانم بازبندی، چشماندازی که برای بازموندن یک پنجره ولو خیلی کوچک از روابط با اتحادیه اروپا در حقیقت اروپا مشروعیت میده و امکان مبادله ارزی و با برای ایران با 3 تا کشور مهم چین و هند و ترکیه فراهم میکنه که تقریبا حدود 60% از صادرات نفتی و 60% صادرات غیر نفتی ما رو دارن، نزدیک 50 میلیارد دلار ما با این 3 تا کشور داریم مبادله میکنیم. و فراموش نکنیم که ایران در ابتدای دولت آقای روحانی با درآمد نفتی 24 میلیارد دلار اداره میشده، بنابراین باز شدن این امکان برای اینکه تو اروپا مشروعیت بده و اجازه بده که ارزهای این 3 کشور از طریق اتحادیه اروپا تبدیل به یورو بشه و ایران بتونه با شرکت‌های کوچک ارتباط بگیره و امکان خرید نفت، امکانش، حالا ممکن هستش که شرکتی در اتحادیه اروپا نفت نخره، اما امکان خرید و فروش و تجارت با اتحادیه اروپا باز بمونه در کنار چشمانداز FATF باعث شد این و پروسه‌ای که بانک مرکزی ایران طی کرده در یک ماه گذشته برای اخذ یک سری مجوزها با توجه به اینکه قوه قضاییه یک سری از افراد دستگیر کرده بود، این نگرانی در مجموع بانک مرکزی بود، این اطمینان دولت پیدا کرد که میتواند با مداخله به معنای فروش ارز در بازار مقدار قیمت رو کنترل کاهش بده و دیدیم که چه اتفاقی افتاد. به نظر من این روند ادامه پیدا میکنه به صورت اینکه بانک مرکزی مداخله جدیدتری در آینده خواهد کرد برای اینکه با خرید و فروش هم توأم ارز ریسک سرمایه گذاری در این بخش بسیار کوچکی بازار ارز ایران افزایش بده. این حجم از نقدینگی که الان به سمت بازار ارز اومده به سمت سایر بخش ها بره، به شرط اینکه بتونه یک جایگزین مناسبی هم براش دولت معرفی بکنه که بتونه جذاب باشه. من صحبت های شما رو در دو بخش میخوام در ادامه برنامه بیشتر راجبش صحبت بکنیم. یکی قضیه دخالت دولت و بانک مرکزی هست. ما در گذشته بارها بارها از بسیاری از اقتصاددانان شنیدیم که این دخالت ها دخالت های نابجایی بوده در بعضی از موارد و بعضی از این جهش های قیمتی اصلا تقصیر این دخالت ها بوده. آقای علیپور نظر شما چی است؟ آیا اگر درست باشه، اگر واقعا دخالتی الان از سمت دولت صورت گرفته باشه برای عرضه ارز به بازار، اونطور که خانم بازوبندی اشاره کردن و جاهای دیگری هم خوندیم، چقدر این میتونه مفید باشه در دراز مدت؟ ببینید خدمتتون عرض کنم که اول عرضم هم عرض کردم، وقتی که
سیاست‌ها درست نباشه. تو این چند سال ما اعتراض داشتیم به این قضیه که سیاست‌های ارزی دولت سیاست‌های درستی نبوده و بعضا غلط بوده و بعضا در مواردی از مدیریت‌های درستی هم استفاده نشده بود در این قضیه و این باعث این بحران و طوفان ارزی شده بود. الان در حال حاضر من باید خدمتتون عرض بکنم که به خاطر همین سیاست‌های غلط، به همون دلیلی که بی دلیل قیمت بالا میره، الان هم به همون دلیل بی دلیل قیمت پایین میاد. لحاظ اینی که سیاست‌های درستی نیست و بعضن اخیراً هم دولت در یک جاهایی که باید دخالت میکرد در گذشته دخالت نمیکرد، چون اصلاً تمایل نداشت. همچنان که من خودم شخصاً بارها صحبت کرده بودم در رسانه‌ها راجع به این قضیه که امکان اینکه دلار رو بشه تا 6000 تومان پایین آورد هست، به شرط اینکه دولت بخواد، اما دولت هیچ واکنشی نسبت به این صحبت‌ها نشون نداد و زمانی گذاشت تا دلار رسید به 15 16 17 18 تا 19000 تومان و بعدن که این اتفاق‌ها افتاد و حالا یه بخش به قول آقای روحانی حالت‌های روانی که در جامعه هست و اتفاقاتی که بعد از اون قیمت سنگین 19000 تومان باید منتظرش می بودیم که یک حبابی بشکنه، حالا عواملی هم خبرهای خوشی هم از این طرف اون طرف بود، همزمان با شکستن این قیمت و اون خبرها دخالت بانک مرکزی رو هم داشتیم که بیارن قیمت رو پایین و آوردن قیمت رو هم پایین. ولی آقای روحانی رو رد میکنه ها، آقای روحانی میگه که ما هیچ دخالتی در بازار نداشتیم. بله آقای روحانی صحبت میکنن، آقای روحانی رئیس دولت هستن، آقای روحانی بایستی صحبت‌های خودشون رو انجام بدن، ولی من به عنوان یک شخص منتقد یا منتقدینی که به هر صورت نقد دارن به سیاست این بحثه. آقای روحانی از خیلی وقت پیش میگن ما ذخایر ارزیمون به هر صورت پر هست، ما هیچ مشکل ارزی نداریم، مردم خیالشون راحت باشه. این صحبت مال الان نیست، مال سال گذشته. یعنی منظورتون اینه که آقای علی پور این دلایلی که برشمردن خانم بازوبندی و آقای کهازاده اتفاق نیفتاده و بازار در واقع به یه پیکی رسیده الان هم داره برمیگرده بدون اینکه دلیل روشنی بشه براش بیان کرد؟ ببینید من عرضم اینه، با توجه به اینکه خودم در اینجا زندگی میکنم و بازار رو از نزدیک به هر صورت میبینم و دائم با ماشینم رد میشم، همین مردم رو جلوی چشمم میبینم و باشون بعضن هم یه موقع صحبتی هم میشه نگاه میکنم، دلیل خاصی رو نمیشه براش به حساب بیان کرد. چنانچه در گذشته هم این اتفاقات افتاده، فراز داشتیم، فرود داشتیم، همین مسائل بوده، ولی الان بحث بر این هستش که اگر قرار هست دولت دخالت بکنه که قیمت رو بیاره پایین، دولت باید منافع مردم رو در نظر بگیره و منافع مردم در این هستش که قیمت ها بیاد پایین که در نتیجه رو اقتصادم تاثیر بذاره، همین تورمی که بس بابت افزایش نرخ ارز روی کالاهای دیگه هم تاثیر گذاشته بود، اونها هم بتونه یک مقدار آرام بشه و بیاد پایین. اما ما ببینیم دولت دخالت میکنه، اجازه نمیده که این قیمت همینجور که داره میاد پایین باز تا حدودی بیاد پایین تر و یک مرتبه میاد با بانک مرکزی دستور میده به بانک ها که بیان ارز رو چیکار بکنن، به 10-11000 تومان بخرن، یعنی ترمز میزنه همینجا، خودش وارد بازار میشه و جلوی افت قیمت رو میگیره، یعنی تمایل نداره که قیمت از این پایین تر بیاد. در صورتی که اگر دولت دخالت نکنه خب مردم ضرر میکنه، من علاقمند نیستم مردم ضرر بکنن، اما مردمی که به هر صورت ناآشنا هستن نسبت به امر تجارت و نسبت به بازی های ارزی خب نباید وارد بشن، اگر وارد شدن باید ریسکش رو بپذیرن. امروز اگر این اتفاق افتاده، دولت اگر میخواد برای مردم قدمی ورداره باید اجازه بده قیمت واقعی ارز پیدا بشه، اما ما میبینیم اونجایی که قیمت داره میاد پایین یک مرتبه دولت همزمان ورود پیدا میکنه وسط بازار و قیمت رو در یک جا نگه میداره. وقتی در اینجا نگه میداره پس مطمئنا دیگه اجازه نمیدن از این قیمت پایینتر بیاد، چون خود دولت داره در بانک 10 تومان 11 تومان این قیمت رو میخره و 1000 تومان 2000 تومان بالاتر به وارد کننده میفروشه. پس این نشون میده که دولت دخالت داره میکنه، دولت ناکارآمدی نیست، دولت کارآمده، ولی متاسفانه سیاست هایی رو اعمال میکنه. بعضا من نمیدونم پشت پرده چه برنامه داره دولت و به چه دلیلی این سیاست ها اعمال میشه. یک زمانی شیوه افزایش قیمت رو در نظر میگیره و تمایل دولت کلا به سمت افزایش قیمت میره تا کاهش قیمت. آیا کهازاده آیا اینطوره؟ آیا فکر میکنید دولت میخواد قیمت ارز بالا بره؟ فکر میکنم که این بازار اسکناسه و ما نگرانی مشروعی دولت داره برای اینکه آیا تحریمایی که در پیش هست و الان عملا اجرا شده
چقدر طول خواهد کشید این رفع بشه و چگونه منابع رو تامین خواهد کرد. فراموش نکنیم یک تقاضای غیر از نظر دولت غیر قابل توجهی یا غیر منطقی در مورد اسکناس وجود داره و از طرف دیگه هم ما نباید فراموش بکنیم که مردم کشورمون دچار یک نگرانی هستن. اقتصاد ایران وارد شرایط عدم اطمینانی شده که هیچ چشم‌اندازی برای بهبود شرایط نیست و همه تلاش میکنن برای اینکه ارزش دارایی‌هاشون از بین نره، اونا رو تبدیل بکنن به دلار. آقای کرزده، شما دائما اشاره میکنید به بحث اسکناس. در واقع من میخوام برای کسایی که خیلی آشنا نیستن توضیح بدید دقیقا منظورتون چی هست. منظورتون اون دلاری هست که تو خیابون رد و بدل؟ بله، در نزدیک 6 میلیارد دلار، اگر 6 یا 7 میلیارد دلار فرض بگیریم که نیاز به اسکناس هست برای مسافر یا نیازهای دیگه، مردم این اسکناس رو به عنوان یک برگه سهام، به عنوان یک چیزی که میتونن درش سرمایه گذاری کنن نگاه میکنن، در حالی که ما در خارج کشور معمولا کردیت کارت استفاده میکنیم به کشورهای دیگه و دولتهای ما و بانکهای خصوصی اینا رو پی آف میکنن، پرداخت میکنن. نیاز اینجا هیچ وقت به یورو یا دلار یا ارز خارجی نیست، ولی در ایران چنین امکانی نیست و مردم هم به عنوان یک دارایی بهش نگاه میکنن و در لذت سرمایه گذاری میکنن. تولید کننده و صادر کننده و وارد کننده ما اگر بخواد برای ارز نیاز داشته باشه، دولت در سایر بازارها اون رو داره تامین میکنه و ما فراموش نکنیم که الان تقاضایی برای اون ارز هم وجود نداره چون قیمتا نامشخص هستش. بنابراین نگرانی دو طرف، عدم اطمینانی که دو طرف دچارش هستن، چه دولت برای تامین استمرار تامین ارز و دشوار بودن آوردن دلار کاغذی در داخل بازار، و چه نگرانی جامعه برای اینکه این وضعیت سیاسی ما و اینکه هیچ علامت و نشانه‌ای برای بهبود اوضاع دیده نمیشه، یک فشار خیلی زیادی رو بازار ارز آورده رو قسمت دلار کاغذی. ولی تولید کننده، وارد کننده و صادر کننده میتونن ارزشون رو در حجم بالایی میتونن فرضاً مبادله بکنن که اونم میبینیم که خیلی رونقی نداره، به دلیل اینکه بخش صنعت ما و بخش خدمات ما و سایر بخشایی که داره استفاده میکنه دچار رکود شده و نگرانیایی داره. بنابراین من فکر می‌کنم کار دولت معقوله و ادامه خواهد داد افزایش ریسک در سرمایه‌گذاری برای بازار اسکناس دلار رو، به شرط اینکه بتونه یک جایگزینی رو معرفی بکنه. ما نباید فراموش بکنیم که بازار ارز در 7 ماه گذشته بازار بسیار جذابی بوده و نزدیک 300% سود داشته. بله. و این سوال هست که آیا دولت خب میتواند یک بازاری یا یک کالای دیگه رو به مردم معرفی کنه که بخشی از دارایی‌شون رو تبدیل بکنن و یا نه، یا آیا شرایط به گونه‌ای خواهد رفت که دولت این اطمینان رو مردم بده که میتونه ارز مورد نیاز کشور رو تامین بکنه. خانم بازوبندی، شما تخصصتون ریسک هست، ریسک اقتصادی هست، در این زمینه کار میکنید. آیا به نظر شما این وضعیت وضعیت قابل ادامه‌ای هست یا اینکه ریسکی هست و افراد نمیتونن به این پایین آمدن قیمت اعتماد بکنن، همونطور که بالا رفتن قیمت مشخص هست که قابل اعتماد نبوده؟ ببینین، گزارش های مؤسسات بین‌المللی مثلا مثل صندوق بین‌المللی پول اگه بهش نگاه بکنیم، گزارش آخرشون، گزارش اخیر میگه که ایران منابع ارزی کافی داره برای اینکه بتونه ارزش ریال رو کنترل بکنه و این به دلیل این هست که تراز پرداختی بانک مرکزی مثبت بوده. اما یه چالشی هم سر راه این قضیه میذاره این گزارش ها، میگه که اگر که تحریم های بانکی دوباره روی ایران به همون سفت سختی برگردن و اینها، این میزان دسترسی ایران رو به این منابع محدود میکنه، پس بنابراین یه ریسک از اون جهت وجود داره. پس این تحریم ها به طور به خودی خود تحریم های بانکی، حالا اگر اجازه وقت شد من یه مقدار تو جزئیات بیشترشون هم میرم، تحریم هایی هستن که به هر حال میتونه آینده این ریسک رو در آینده میتونه بالا یا پایین بیاره. مسئله بعدی این هست که ببینیم اقتصاد ایران اقتصاد تک محصولی هست و دولت عمده درآمدش و عمده مخارجش از صادرات نفت تامین میشه و صادرات نفت هم الان از ماه نوامبر به شدت تحت حمله تحریم های یک طرفی آمریکا قرار خواهد گرفت. و از طرف دیگر هم اگر که شما نگاه کنین به خبرهایی که این چند وقت اخیر، همین ساعت دیروز فکر میکنم آخرین خبری که من دیدم این بود که تولید کننده های عربی خلیج فارس دارن به خصوص کویت و عربستان دارن
افزایش میدن تولیدشون رو برای اون کاهش تولید ایران رو بتونن پوشش بدن. یعنی کووید در این ماه جاری برای اولین بار به آمریکا دیگه نفت صادر نکرده. چرا؟ البته روزی 49000 بشکه بیشتر نبوده، ولی خب به حال همون رو هم دیگه صادر نکرده و به جاش داره این نفت رو با قیمت بالاتر به مشتری‌های آسیایی میفروشه. این مشتری‌های آسیایی همون کسایی هستن که ایران و دولت ایران به شدت برای آینده و برای آینده تجارت نفت روشون حساب میکنه. اون بحث تحریم‌های بانکی هم من اگه خیلی سریع خدمتتون عرض کنم، ببینید اتحادیه اروپا این قول‌ها رو داده و حتی تهدید هم گفته ما می‌کنیم شرکت‌هامون رو اگر که با ایران نخوان مبادله کنن. اما همین کشور آلمان که من الان ازش دارم صحبت می‌کنم با شما، گزارش‌ها نشون میده که بانک‌های عمده مثل دویچه بانک، کامرس بانک و بانک‌های اصلی که شرکای بانکی بانک‌های ایران بودن، ماه‌هاست دیگه از تمام قوانین EU اتحادیه اروپا و قوانین فدرال آلمان دارن سرپیچی میکنن و با ایران معامله نمیکنن. چرا؟ به دلیل اینکه از ریسکی که طبعات براشون داره. ولی من میخوام در واقع به طور مشخص از شما بپرسم، آیا این صحبتی که آقای علیپور میکنن در مورد اینکه دولت ایران ممکن هست که دستکاری بکنه بازار رو، ولی در حدی دستکاری میکنه که دلار از یه مبلغی پایین‌تر نیاد، اونم به این دلیل که سود خودش در این هست که به هر حال همونطور که شما گفتین تنها در واقع وارد کننده ارز مملکت هست، پول به دست دولت میرسه، دولت هست که این پول رو در اختیار داره و ترجیح میده برای دخل و خرج خودش قیمت ارز در یه حدی بمونه و پایین‌تر نیاد. آیا شما هم چنین برداشتی دارید؟ ببینید دو تا تئوری هست در این زمینه. اجازه بدید من فقط دو تا تئوری رو توضیح بدم، نگم من دقیقاً طرف خیلی کوتاه اگه بفهمید. خواهش می‌کنم. تئوری اول اینه که دولت برای اینکه کسری بودجه خودش رو بتونه جبران کنه، قیمت دلار رو گرون می‌کنه که هرچی دلار میاره چندین برابر در داخل ایران به ریال تبدیل بشه و دولت به این ترتیب به شدت ثروتمند بشه، چون تنها کسی که بزرگترین صاحب دلار، سرمایه‌های دلاری در ایران دولت. این یه تئوری. تئوری بعدی این هست که ببینید شما وقتی که می‌خواید ارزش پول هر کشوری رو می‌خواید بررسی کنین، یه مثلا شاخص‌های اقتصادی نگاه می‌کنین، به میزان تورم، به میزان اشتغال، به میزان تولید ناخالص و چندین مورد دیگه. تمام این شاخص‌هایی هستن که چشم انداز مثبتی ندارن. من فکر می‌کنم که این تئوری دوم که معتقد هستن بعضی‌ها که ارزش ریال سالیان سال بوده، چندین دهه بوده که به صورت تصنعی توسط دولت بالا نگه داشته شده بوده و الان دیگه دولت توانایی اون بالا نگه داشتن رو نداره و برای همین رها کرده ریال رو که به قیمت واقعیش نزدیکتر بشه، این تئوری هست که به نظر میاد یه مقداری محتمل تره تا تئوری اول. البته دولت انگیزه اصلی خودش رو هم داره برای جبران کسری بودجش، اما این تنها علت نیست. به نظر من ارزش ریال کمتر از اون حد مثلا 3000-4000 تومان در مقابل یک دلار بوده با توجه به شرایط کلی اقتصادی. آقای علیپور، بحثی رو آقای کاظم مطرح کردن و خانم بازوبندی در مورد این که ارزش دلار چقدر باید بشه. من دیدم که شما هم قبلش راجع بهش صحبت کردین، اما بحث اساسی ترین هستش که در کل اقتصاد ایران این که الان قیمت دلار مثلا چه می‌دونم 2000 تومان 3000 تومان بیاد پایین چقدر ممکن هست تاثیر بذاره. آقای کاظم گفتن این فروش اسکناسی در خیابان هست که داره روی افکار عمومی برای تعیین بقیه قیمت‌ها در بازار تاثیر می‌گذاره. امیدوارم درست متوجه شده باشم آقای کاظم اینطور که فرمودید. آیا شما فکر می‌کنید که در دراز مدت قابل ادامه دادن هست برای دولت که این قیمت‌ها رو به همین شکلی که شما میگید دستش دلش می‌خواد خیلی بالا نره، خیلی هم پایین نره، در یک مبلغی نگه داره؟ ببینید من البته دقایق صدای شما رو و مهمانانتون رو نداشتم، ولی خدمتتون عرض کنم که دولت، بانک مرکزی یک وظایفی داره و کنترل پول و ارزش پول خدمت شما عرض کنم و سیاستهایی رو که بایستی پیگیری بکنه رو دنبال میکنه. دولت هم یک سیاستهایی داره که این سیاستها رو به بانک مرکزی خودش دیکته میکنه و بانک مرکزی موظفه که در بازار دائم دخالتی داشته باشه. یعنی اگر بانک مرکزی در بازارش دخالت نداشته باشه، چون بازار رو ول بکنه به امان خدا، که اصلا بانک مرکزی بانک مرکزی نیست. نهایتا بانک مرکزی دخالت داره. من عرض نمیکنم که میخواد توی قیمتی نگه داره، یه زمانی شاید سیاست
دولت این باشه که بکشه بالا قیمت رو، یه زمانی سیاستش این باشه که بکشه پایین، و الان من نمیدونم تو چه مرحله ای هست. فقط من عرضم این بودش که اگر دولت خیلی به هر صورت تمایل داره که به مردم فشار زیاد نیاد، باید جلوشو ول کنه تا قیمت بیاد پایین. پس چرا داره الان 11 تومن از مردم توسط بانک میخره؟ این یه بحث بود. بحث دیگه این هستش که شما میفرمایید روی کالاهای دیگه تاثیر میذاره. 100% تاثیر میذاره. ببینید وقتی که کالاهای دیگه میاد و قیمت گذاری میشه، متاثر از قیمت ارز هست. یعنی دلار وقتی که لحظه به لحظه پایین و بالا میشه، دیگر بازارها خودشون رو با بازار ارز متاسفانه وقف میده. حتی بازارهایی که هیچ ارتباطی به تولیدشون یا خدمت شما عرض کنم که محصولشون به ارز نداره، خودشون رو با بازار ارز مطابقت میدن، قیمتشون رو لحظه به لحظه با اون چک میکنن. اون وقتی میره بالا، اینها همیشه مثلا به فرض مثال گوجه فرنگی یا چیزهایی از این قبیل، آنچنان تأثیر ارزی توش وجود نداره، ولی میبینیم که بر مبنای ارز که میره بالا، اینها هم قیمتش کشیده بالا. و آیا بالا میمونه یا میاد پایین؟ مثلا بحث الان این هست که آیا این تأثیرش این خواهد بود وقتی قیمت ارز مثلا؟ نه ببینید، نه. متاسفانه بله، فرمایش شما رو متوجه شدم. ببینید متاسفانه تا الان این تجربه‌ای که ما داشتیم، چیزی که بالا رفته پایین نیومده. این وظیفه دولته که دخالت بکنه در بازارهای دیگر هم بتونه اون قیمت‌ها رو هم پایین بیاره. ولی متاسفانه دولت فقط در تنها بازاری که برای قیمت دخالت میکنه، در بازار ارزه، و اون رو نسبت به سیاست‌های خودش پایین یا بالا بعضن به هر صورت میبره. ولی تو بازارهای دیگه، مثلا دارم یا مواد غذایی یا بازارهای دیگه مثل آهن یا حالا هر بازار دیگه مثل خودرو، خب الان خودرو باید بس قیمتش بشکنه بیاد پایین، ولی میبینیم که نه، تثبیت پیدا میکنه. چیزی که بالا میره دیگه پایین نمیاد، مگر دولت بخواد، که دولت هم وارد بازارهای دیگه نمیشه، و متاسفانه این قیمت‌ها به این شکل که بوده منتظر باشیم. آقای کازاده در طول صحبتشون یکی دو بار به این موضوع اشاره کردن که دولت باید یک جایگزینی برای بازار ارز پیدا بکنه که سرمایه ها رو به نوعی به سمت اون بازار هدایت بکنه. آیا شما چنین بازاری در ایران میشناسید در حال حاضر؟ نه خیر، همچین بازاری ایجاد نخواهد شد، یعنی وجود نداره که ما بتونیم پول مردم رو بکشیم به سمت اونجا. تا به الان بانک ها بوده؟ نبود، قبلا مسکن بود. مسکن به اون شکلی که بیاد، و مسکن هم نشأت گرفته از همین بازار هست. ما الان میبینیم که در داخل بازار و مسکن هم رکودی حاکم هست، و نمیتونه دولت همه نقدینگی سرگردانی که الان تو جامعه هست که متعلق به مردم هست رو بکشه به هر صورت به سمت اینها. اولویت با تمام اون شرکت ها و سازمان ها و دستگاه هایی است که پولدار هستند و اونها وارد این بازار میشن. تنها چیزی که میتونه به هر صورت سودآور باشه و نقدینگی مردم رو به سمتش بتونه جذب بکنه، تولیده. اگر دولت بتواند چرخه تولید رو راه بیاندازه و تولید مملکت به خوبی به چرخه، مطمئناً نقدینگی مردم به سمت تولید سرازیر میشه. اگر بورس رو ما مد نظر داشته باشیم، بورس زمانی سودآور خواهد شد که شرکت‌هایی که داخل بورس هستن بتونن برای هر سهمشون سود خوب بدن. سود خوب کی میتونن بدن؟ زمانی که چرخ تولیدشون خوب بچرخه، تولیدشون رو خوب بتونن بفروشن، سودآور بشن، از بابت اون در مجمع یک سود خوبی رو برای هر سهام در نظر بگیره. ولی وقتی شرکت خوب چرخش نمیچرخه، سود خوب نمیتونه در نظر بگیره، سهام بورسش هم میاد پایین، در نتیجه تو سر بورس هم میخوره، پولها از داخل سازمان بورس هم بیرون کشیده میشه. اجازه بدید من بله آقای کازاده، این بحث بورس هم الان خیلی مطرح است. بورس تهران بورسی هست که خیلی رفتار منطقی بر اساس عدد و رقم ها گاهی ازش نمیبینیم. گاهی مثلا هم عرض بکنم که میونو کلامتون، ما باید این رو توی کل اقتصاد ایران ببینیم. من نکته این بود، عرضم این بود که به شرطی میتواند دولت ریسک سرمایه گذاری در ریسک بالا ببره، در بازار بازار ارز رو بالا ببره، یعنی مردم مشتاق نباشن که بخرن، که این روند رشد قیمت ها رو به عبارتی بتونه کنترل بکنه و مردم بازارهای جایگزینی برای اون سرمایه ارز را بکنن. و بنابراین حالا من فکر نمی کنم در شرایطی که ما افزایش قیمت ارز و همین شوکی که ما از بهمن ماه سال گذشته داشتیم که تقریبا دلار 3 برابر کرده، اینا تبعاتی برای اقتصاد ایران داره که قطعا حالا ممکن است شرکت هایی که مربوط به پتروشیمی یا فولاد هستن بتونن یا برانت ایجاد بکنن و سهامشون افزایش پیدا بکنه، ولی در وقتی شرایط دچار عدم اطمینان هست، اقتصاد وارد مرحله عدم اطمینان میشه، بهتر همه بازارها ازش متاثر میشن. فراموش هم نباید بکنیم که افزایش قیمت ارز، افزایش 300% قیمت ارز
اگرچه این قیمت باشد یا نباشد که میشه دمش بحث کرد و گفتش که چند اندازه این حرف درست است یا نه، تبعاتی داره برای کشور و از جمله اینه که تقاضای کالا و خدمات رو به شدت پایین میاره، سرمایه‌گذاری به شدت پایین میاره و ما وارد یک دوره رکود تورمی جدید یا شدت شدید شدن این رکود تورمی کنونی هستیم که مشخص نیستش که تا کی بتونیم ازش خارج بشیم. بنابراین رکود تورمی که پیامد این افزایش شوک ارزی هست خودش یه مانعی هستش که بشه بازارهای جذابی برای بخش از نقدینگی سرگردان پیدا کرد، با این تاکید که عمده نقدینگی هم در اختیار همه مردم نیست. یعنی این نیستش که مردم فکر بکنیم که دارنده اصلی نقدینگی صرفا مردم هستن. خب من میخوام یه سوال رو بپرسم ازتون، هر سه نفر خیلی کوتاه فقط به من جواب بدین. به نظر شما بازار ارز در ایران سیر نزولیش رو ادامه میده یا متوقف میشه؟ من فکر میکنم با اطمینانی که ما دولت پیدا کرده و انشالله با تصویب FATF دولت و با توجه به منابع ارزی بانک مرکزی و همچنین دسترسی که دولت خواهد داشت به منابع ارزی، من فکر میکنم که بتونه ثبات رو به بازار برگردونه و شاهد نزدیکتر شدن کف و سقف قیمت‌ها در بازار خواهیم بود. صحیح. خانم بازوبندی؟ من معتقدم که یه مقداری سقوط ادامه پیدا میکنه، نه به اون اندازه که به رقم قبلش قبل از این بحران چند ماه اخیر برسه و بعد از اون برای مدت مقطعی ممکنه به اصطلاح پایدار بمونه، ولی با توجه به آینده تحریم ها آینده سختی برای ریال پیش چشم میبینم. آیا علی پور؟ من اعتقادم بر اینه که قیمت دلار باید نرخش خیلی پایین تر از اینی که الان هست باشه و دولت میتونه این کار رو انجام بده، اما با توجه به ورود دولت برای خرید دلارهای سرگردان مردم، اون هم با قیمتی که الان در شعبات بانک نزدیک به 10,000 تومان یا 11,000 تومانی که بر صورت مطرح بود انجام شده، دولت تمایل نداره که از این قیمت پایین تر بیاد. و متاسفانه یک سوالی هم که مردم از دولت میپرسن این هستش که چرا زمانی که قیمت ارز داشت خیلی شتابان بالا میرفت تمام مسئولین دولتی روزه سکوت گرفته بودن و هیچ حرف نمی زدن، ولی از روزی که داره میاد پایین همه نطقشون باز شده و همه آقایون دارن صحبت میکنن در ارتباط با ارز. دولت من فکر میکنم تمایل نداره ولی میتونه این کارو بکنه. آقای علی پور، خانم بازوبندی و آقای کوازاده، متشکرم که در این بحث با ما شرکت کردید. انتخابات افغانستان در راه است و بار دیگر بحث سلامت انتخابات مهمترین موضوع آن. ستاد انتخابات پخش تعرفه‌های رای‌دهی را شروع کرده و از ماه‌ها قبل ثبت نام متقاضیان رای‌دهی با بررسی شناسنامه آنها آغاز شده بود. اما منتقدان حکومت اشرف غنی در این باره هشدار می‌دهند و در یک مرحله به عنوان مثال 10,000 شناسنامه جعلی رو کردند که می‌گویند نشان از عدم سلامت این انتخابات دارد. صحبت از شیوه جدید بایومتریک برای ثبت رای‌دهندگان و جلوگیری از رای‌دهی مجدد هم هست، اما بسیاری از کارآمدیان نامطمئنند. برای این بخش دو مهمان داریم. ولی آریا، تحلیلگر مسائل افغانستان از آکسفورد با ماست، و اینجا در استودیو عبدالله خنجانی، مدیر مسئول تلویزیون یک افغانستان. خوش آمد میگم به هر دو مهمان برنامه. آقای خنجانی، نظرتون در مورد این بحث ها در مورد سلامت انتخابات آتی چی هست؟ آیا فکر میکنید که آیا شما همین نگرانی ها رو دارید؟ طبیعتاً نگرانی در مورد انتخابات افغانستان برمیگرده به تجربه چگونگی تمثیل پروسه ملی مثل انتخابات در گذشته افغانستان، به ویژه انتخابات 2014 که با چالش های زیاد روبرو شد و حتی نتانست یک برنده مشخص باشه. بخشی از این نگرانی یک نگرانی روانی است که برخواسته از واقعیت انتخابات 2014 و 2009 و 2010 پارلمانی افغانستان است. اما تنها ای بس تنها مشکل سیاسی و تجربه به گذشته نیست، یک قسمت کلان از نگرانی امروز به تکنیکیت به چگونگی مسائل تکنیکی در این پروسه برمیگرده که رقمی که شما هم در اول یاد کردین که عذاب سیاسی طبیعتاً فشارهای زیاد وارد کردن تا ای که حکومت افغانستان حاضر شد تا پروسه بایومتریک به عنوان یکی از راهکارها به خاطر جلب اعتماد عمومی بالا انتخابات آینده ریاست جمهوری و
و کال ما چند روز دیگه پارلمانی رو داریم به تمثیل بگیره. اما این با چالش های هم روبرو است که ما در ادامه برنامه به چالش ها میپردازیم. آیا نظر شما چی است؟ به هر حال دولت افغانستان تلاش کرده، حکومت افغانستان تلاش کرده که راهکارهایی رو پیدا بکنه، از جمله همین قضیه بایومتریک، از جمله ثبت نام رای دهندگان، برای اینکه احتمال تقلب در انتخابات رو پایین بیاره. آیا اینها کارآمد هست به نظر شما؟ قضیه انتخابات افغانستان رو باید در از چهار منظر ما ارزیابی بکنیم: از دیدگاه سیاسی، حقوقی، فنی، تکنیکی و امنیتی، که البته در تمام زمینه‌ها ما میشه هم به ابعاد مثبت اشاره بکنیم و ابعاد منفی. در بعد سیاسی متاسفانه فشار جامعه جهانی روی دولت افغانستان تا اینکه انتخابات پارلمانی و همچنین انتخابات ریاست جمهوری سال آینده حتما برگزار بشه، این در واقع کمک نکرده به آمادگی لازم توسط کمیسیون انتخابات و دولت و از احزاب سیاسی. همچنین کنفرانس بین المللی کشور کمک کننده ماه نوامبر رو پیش رو داریم که قبل از آن به هر حال جامعه جهانی میخواد که به عنوان یک دستاورد نشان بده که انتخابات به شکل سمبولیک هم که شده برگزار میشه. خب این جنبه منفیش هست که تبعات خوبی نداشته، ولی در بعد مثبت هم باز ما اگر نگاه بکنیم در همین دیدگاه از دیدگاه سیاسی، ما میبینیم که انتخابات و آمادگی ها برای انتخابات باعث بعض اتفاقات مثبت هم شده. به عنوان نمونه، احزاب که در گذشته تشنی خون یک دیگر بودن و احزابی که به غیر از خشونت هیچ روی کرد دیگه رو بلد نبودن، فعلا میبینیم که در کنار احزاب میان روتر یا احزابی که افرادی که پیشینه سوسیال دموکراتیک یا لیبرالی دارن، اینا با هم یک جا میشن و خواست مثلا بیومتریک شدن انتخابات رو مطرح میکنن یا اصلاح نظام انتخاباتی، که خب اینو میشدن با فال نیک بگیره. در بعد تکنیکی و فنی، موضوع سیستم بیومتریک از یک طرف نکته مثبت هست که اگر درست استفاده بشه، ولی در بعد منفی می‌بینیم که قرار است به عنوان به شکل آفلاین استفاده بشه به خاطر عدم امکانات اینترنت قوی و درست در سراسر افغانستان و آنلاین نبودن، این ممکنه که باز هم زمینه رو مساعد بسازه برای تقلب بیشتر، چون کمیسیون انتخابات اعلام کرده که در کنار سیستم بیومتریک قرار است که از سیستم قبلی سنتی هم استفاده بکنه، یعنی از هر رو به عنوان مکمل یک دیگر، و تا زمانی که این سیستم اطلاعات انتقال داده باشه به مرکز و تشخیص بدن که کسی های بیشتر از یک رای داده یا نه، خب ممکن است تا اندازه دیر بشه و تا اندازه خلل ایجاد بکنه. در بعد امنیتی، خب ما در گذشته حتی شاهد گزارش‌هایی بودیم که حتی نیروهای امنیتی خود افغانستان در موارد فشار آوردن روی رای دهنده ها که به افراد خاص رای بدن، یا مثلا با عنوان با پوشش طالبان رفتن وارد مراکز رای دهی شدن و دستکاری کردن. ولی در بعد مثبتش اینه که من همین دیروز که صحبت میکردم با بعضی از مقامات امنیتی، میبینیم که شور و شوق و تعهد خاصی از این آدم میبینه که امنیت رو تامین بکنن و زمینه رو برای شفافیت بیشتر مساعد بسازن. بله. از در بعد حقوقی ما هم به هر حال میتونیم به نکات منفی اشاره بکنیم، هم به نکات مثبت. آقای خنجانی، بحث این هستش که به هر حال بخشی از این دعوا دعوای سیاسی هست. بسیاری از این گروه هایی که دائما دولت افغانستان، حکومت افغانستان رو متهم میکنن که نمیتونی یک انتخابات درست برگزار بکنی، از سایر در واقع جوانب هم این حکومت رو مورد انتقاد قرار میدن که نمیتونی امنیت رو برقرار کنی، نمیتونی سلامت رو برقرار بکنی، بسیاری انتقادات دیگه دارن. چقدر واقعا میشه گفت که این انتقادات سیاسی است؟ چقدر واقعا نگرانی های واقعی و جدی است؟ میشه بحث انتقاد از نهادهای انتخاباتی و انتخابات در افغانستان و شفافیتش در دو حوزه دید. یکی که چگونگی نهادسازی در 15 سال گذشته افغانستان با چالش‌های خود روبرو بوده
و یکی از کلانترین مشکلاتی که در افغانستان به وجود آمد، نهادهای انتخاباتی نتانستند به عنوان یک نهاد ملی که اعتبار عمومی را با خود داشته باشند شکل بگیرند و مردم بتانند به عنوان یک نهاد که مرقم نامشان مستقل است یا مستقلانه عمل بکنند. و این متاسفانه با مداخله در انتخابات 2014 بیشتر آسیب دید و امروز اگر شما به افکار عمومی در افغانستان بر بگردین میبینین که تنها اعضاب سیاسی نیستن، اکثریت مردم افغانستان است که بالای نهاد اعتبار نداره به عنوان یک نهاد که مسئولیت برگزاری یک پروسه شفاف سالم داره. بخش دومش میشه ایره از دو دیدگاه دید. یک دیدگاه طبیعتاً که اعضاب سیاسی نارضایتی های خود در یک تصویر کلان جمع آوری کردین و یک تفنگ را بارود پر ساختین و او را در برابر انتخابات استفاده میکنن تا رئیس جمهور غنی و ساختار استبلشمنت در افغانستان زیر سوال جدی بگیرن و طبیعتاً اگر انتخابات درست و قابل قبول شفاف اصلا بحثش در افغانستان نیست. اگر شما به ساختارهای واقعی در افغانستان ببینین اگر انتخابات شفاف ممکن نیست، اون رقمی که دوست ما هم اشاره کردن، کلانترین بستر برای تقلب در افغانستان ناامنی است. وقتی که نزدیک به 50% خاک افغانستان در اختیار مخالفین مسلح ضد انتخابات در افغانستان است، به این مفهوم که شما انتخابات شفاف اصلا بحثش نباید مطرح باشه. اما انتخابات عام شمول که قابل قبول باشه برای طرفا، یک قسمت از این انتقادها انتقادهای سیاسی هستند که احزاب به دلیل نارضایتی های کلانی که در برابر حکومت و شخص رئیس جمهور دارن ایره فشار بیشتر میکنن تا مشروعیت زدایی بکنن از رئیس جمهور غنی و حکومت فعلی وحدت ملی. اما بخش دیگر از این نگرانی تکنیکی است که همه فکر میکنم در این نگرانی شریک هستند. خب بدون در نظر داشته اینجا پیش میاد، به هر حال از انتخابات قبلی 4-5 سال گذشته، انتخابات قبلی همین مسائل مطرح بوده، جمعیت افغانستان هم روشن هست چقدر هست، چطور هست که نتونستن در این فاصله این مشکلات رو برطرف بکنن؟ یک شیوه در چون صحبت از این بود که شناسنامه ها الکترونیک بشه، صحبت از این بود که کارت هایی صادر بشه که افراد فقط با این کارت ها بتونن رای بدن، بعد صحبت شد که حالا نمایه به قول معروف پرچسب ها استیکرایی میزنیم روی شناسنامه ها. میدونید سوال من هستش که چرا نتونست دولت افغانستان یک شیوه دقیق و کامل رو به سرانجام برسونه که الان دیگه این بحث ها نباشه؟ اتفاقا بحث برمیگرده به بعد سیاسی قضیه. در افغانستان ما بالای انتخابات به عنوان یک روند ملی به یک اجماع ملی نرسیدیم و این برخواسته از یک واقعیت فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی افغانستان است. اجازه بدین من کوتاه برش اشاره بکنم. اگر شما حوزه های رأی میان اقوام در افغانستان تقسیم بکنین، یک باوری وجود داشت که انتخابات شفاف در افغانستان به نفع یک حوزه های خاص تمام میشه و یک حوزه های خاص دیگه به دلیل امنیتی، به دلیل اجتماعی، به دلیل فرهنگی اگر وارد یک انتخابات شفاف شوند، در بازی که نتیجه سیاسی از او به نتیجه میک رسیدن به قدرت است نقص میکنند. و این راهکار در انتخابات 2014 ببخشید بسیار واضح معلوم شد. مثلا من یک نمونه برتان میتونم که ازاره های افغانستان با حضور گسترده در انتخابات 2014 بیشتر از 100 سیت یا کرسی را به دست آوردن در پارلمان که خود نماینگر یک موفقیت جدیشان در یک روند دموکراتیک به شمار می رفت. دینامیت یک فضایی که یک حوزه کلان افغانستان دچار مشکل کلان جدی امنیتی بود، هر نوع تصمیم گیری سیاسی می تانست برای رهبری افغانستان به ویژه که طبیعتاً مشروعیت قومی را با خود داشت چالش برانگیز باشد. به مدلی است که شما ملاحظه می فرمایید که مشکل انتخابات در یک استانهای افغانستان در غزنی تا امروز به نتیجه نرسید. ما تا امروز نمی فهمیم که بالاخره سرنوشت انتخابات پارلمانی در غزنی چی میشه. مشکل در یک تصویر کلان سیاسی در افغانستان بود تا به بعد تکنیکی قضیه. آقای آریا، بحث سیاست هست، بحث تکنیک هست، بحث امنیت هست، اما یک مسئله کلی این هست که به هر حال افغانستان سال هاست که داره از کمک های بین المللی
استفاده میکنه برای اینکه بتونه زمینه های مدنی شدن شرایط کشور رو فراهم بکنه، اینکه بتونه در نهایت کشوری باشه که انتخابات آزاد بتونه برگزار بکنه، انتخابات شفاف بتونه برگزار بکنه. میدونیم که به هر حال بحث امنیتی بحث بسیار مهمی است، اما آیا به عقیده شما مسائل دیگری هست که در این نقش داشته و نگذاشته که افغانستان در این مسیر موفق باشه؟ میدونیم فساد هست، میدونیم مسائل دیگر هم بوده. بزرگترین مشکل قومی شدن سیاست است در افغانستان. متاسفانه ما این واقعیت که یک هویت ملی قوی که تمام اقوام با گروه های مختلف خود را با آن ارتباط بدن و بخش از هویت خود را محسوب بکنن، متاسفانه فعلا وجود نداره. در گذشته به هر حال قبل از شروع جنگ ها و ناامنی ها در افغانستان در 4-5 دقیقه قبل این تا حدودی شروع شده بود به ایجاد شدن، ولی خب هویت ملی یک چیزیست در حال تغییر همیشه و منازعات و جنگ ها همیشه روی هویت تأثیر خیلی زیادی میتونن بگذارن. خب آقای علی، اینجا این سوال مطرح شد، به هر حال افغانستان کشور یگانه ای نیست از این نظر. بسیاری از کشورهای منطقه هستن که مثلا تقسیم بندی قدرت دارن. همین چند روز پیش در عراق ما دیدیم همیشه اتفاق میفته، اینها تقسیم کردن که مثلا پست رئیس جمهور متعلق هست به کردها، پست حالا اونها شیعیان و سنیان دارن، اقوام حالا اونقدر نقش ندارن. ولی میخوام بگم که یعنی اینها تقسیم بندی های اینطوری داریم، در لبنان داریم، در بقیه کشورها داریم، چرا در افغانستان به چنین چیزی نمیرسند؟ خب در همون کشورها هم میبینیم که حتی لبنان که شما اشاره کردید ما ثبات سیاسی ایدئال نداشتیم در دهه‌های گذشته. هنوز وضعیت لبنان شکننده است بین سنی‌ها، شیعیان و مسیحیان. عراق هم هنوز ما نمیتونیم مطمئن باشیم که واقعا این ترتیباتی که ایجاد شده در این سال‌های گذشته میتونه دوامدار باشه، پایدار باشه یا خیر. ولی افغانستان هم با وصفان افغانستان اتفاقا میتونه از الگوی لبنان استفاده بکنه. اتفاقا یکی از طرحهایی که بعضی از نخبگان سیاسی بعد از سرنگون افغانستان مطرح کردن اتفاقا الگوی لبنان هست. ولی متاسفانه این مسائل میتونه وقت بگیره، یعنی ایجاد هویت ملی و تقویت هویت ملی میتونه ده ها وقت بگیره. و موضوع انتخابات با وجود اینکه مشکل زا بوده در افغانستان برگزاری انتخابات شفاف، ما متاسفانه شاهدش نبودیم، ولی به این معنی نیست که نهادینه شدن دموکراسی و ارزش‌های دموکراتیک و نهادهای دموکراتیک در افغانستان اصلا صورت نگرفته در 15-16 سال گذشته، چون چیزی نیست. ما شاهد ایجاد یک طبقه متوسط هستیم، طبقه تحصیل کرده هستیم، رسانه‌های آزادی داریم در مقایسه با خیلی از کشورهای منطقه. ما خود قانون اساسی افغانستان هرچند که با نقش و پروفشاری جامعه جهانی ایجاد شده، یکی از بهترین قوانین اساسی در منطقه است. خود نفت انتخابات ما چیزی به عنوان نظارت استصوابی به عنوان نمونه نداریم. هر فردی از هر گرایش سیاسی و ایدئولوژیک میتونه بیای خود کاندید بکنه، هم در انتخابات پارلمانی و هم ریاست جمهوری. زنان همچنین هیچ نوع ممانعت وجود نداره و خیلی از این چیزا در حال نهادینه شدن است در افغانستان. بله. خب در بعد سیاسی متاسفانه بازم به خاطر بعد قومی قضیه ما شاهد یک نوع تداوم و تسلسل در ارتباط با برگزاری انتخابات نبودیم. بعد از هر انتخابات کمیسیون عوض شده، اعضایش عوض شدن، رئیسش عوض شده و سیستم حتی عوض شده. بله. که این یک از چالش ها بوده متاسفانه. و یک بحث دیگه که مطرح میشه بحث ناهمگونی ولسوالی ها و ولایات مختلف در افغانستان هست. بعضی از ولایات خیلی امن‌تر هستند، امکانات بیشتری دارند، طبقه متوسط همونطور که آقای آریا بهشون اشاره کردن قدرتمندتر هستند و طبیعتاً انتخابات هم احتمالاً اونجا به راحتی بیشتری برگزار میشه. آیا دولت افغانستان طرحی برای در واقع یکسانسازی این وضعیت داره؟ اینکه حالا به غزنی اشاره کردید، میدونیم که سایر جاها هم هستن که اصلا ممکن است که نتونن برگزار کنندگان انتخابات به سلامت به محل برگزاری برسن. بله، به مو آخرین جزئیاتی است که شاید حکومت افغانستان نتونه مواد انتخاباتی لازمه در 74 ولسوالی در افغانستان بفرسته. این بحث همسانسازی به دلایل واقعی امنیتی سیاسی در افغانستان ناممکن است، به خاطر از اینکه
حکومت افغانستان توانایی تمثیل اقتدار و حاکمیتش بالای تمام خاک افغانستان متاسفانه ندارد. ما چی خوش باشیم چی خفه باشیم این واقعیت در نیو افغانستان. ضمناً طالب ها هم حوزه های طبیعی رأی خود دارند، در بعض مناطق بیشتر حضور دارند، بیشتر در برابرشان حمایت وجود داره، شبکه های حمایویشان وجود داره، از لحاظ تاریخی جغرافیایشان بود، از لحاظ فکری هنوز جغرافیایشان هست. این چه ایرادی داره اگر طالب بخواد به جای اینکه اسلحه دستش بگیره بیاد در یک پروسه انتخاباتی شرکت کنه و بیاد و وارد پارلمان افغانستان بشه؟ این باید باعث افتخار باشه. به نظر من بسیار یک چیز مهم را شما اشاره میکنید. اتفاقا فهم من است که این بار طالب ها برخلاف گذشته در برابر انتخابات پارلمانی یک روی کرد مسازش گرایانه می داشته باشند. دلیلش هم این است که در انتخابات 2010 حداقل خصوصا پارلمانی طالب ها یک روی کرد شدید مخرب داشتند که سبب شد تا از حوزه که طالب ها اوجه اقتدارشان است و حوزه طبیعیشان است اصلا نمایندگی صورت نگیره و غزنی یکی از نمونه های اصلیش بود. به می دلیل من دیروز با دوستایم صحبت می کردم که اگر شما روند آغاز پیکار های انتخاباتی را ببینین، یک دو سه مورده که داعش مسئولیتش گرفته خصوصا در ننگرهار، طالب ها هنوز عملات بیشتر خود بالای کارزارها آغاز نکرده و ای امیدواری ما هست که طالب ها به این واقعیت هم پی برده باشند که نباید زمینه عدم حضور یا مشارکت حوزه های طبیعی رأی خود در پارلمان آینده افغانستان فراهم کنند. با وجود که اگر بحثی باشه که مخالفت کلان، فکر میکنم که این فهم برداشت شخصی ما است. تحلیل ما که طالب ها تمام و سایر نهادهای مخرب در داخل افغانستان، کسایی که مخالف مسلح حکومت افغانستان است، هدف اصلی از یا انتخابات ریاست جمهوری افغانستان است، چون ناکامی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان افغانستان سلامت افغانستان را به چالش میکشه. همین این بحث بسیار مهمی است. همین حالا بسیاری از افراد تشکیک میکنن در اینکه اصلا انتخابات پیش رو در 20 ماه اکتبر تا دو هفته دیگه برگزار بتونه بشه در افغانستان. آیا یا نظر شما چیه؟ آیا این انتخابات به نظر شما در افغانستان قابل برگزاری هست با توجه به جمعی شرایطی که الان میبینیم؟ اگر ما توقع داشته باشیم که با شفافیت نسبی و سلامت نسبی قابل قبول برگزار بشه، احتمالش بدبختانه کم است. ولی شاید یک چیزی که به اصطلاح ما افغان ها نسیخ بسوزه نکباب و رضایت جامعه جهانی هم جلب بشه و یک دستاورد هم بشه برای کنفرانس نوامبر و زمین هم مساعد بشه برای انتخابات ریاست جمهوری سال بعدی، چون این چیزی امکانش هست. ما فراموش نکنیم که برای جامعه جهانی به کشورها کمک کننده خیلی مهم است. خانم نیکی ایلی چند موقع که سفر داشت، اتفاقا هدف اصلی سفرش به افغانستان اتفاقا همین تاکید روی بود که حتما انتخابات باید برگزار بشه، این خط قرمز ماست. بنابراین چاره دیگر نیست. احتمال ضعیف تاخیر افتادن به سال بعدی و برگزار شدن همزمان با انتخابات ریاست جمهوری تا این همین دو سه هفته قبل وجود داشت، ولی فعلا من بعید میدونم که به تاخیر بیفته یا کنسل بشه. آقای خنجانی یک دقیقه نظر شما چی؟ کنم که انتخابات یک گزینه نیست، یک نیاز در داخل افغانستان است و حکومت افغانستان میداند که انتخابات اگر به خاطر انتخابات هم باشه باید برگزار شود و من هم موافق هستم و خود شریک میدانم در این بحث که شاید یک انتخابات با چالش برگزار شود، اما یک انتخابات در افغانستان به هر صورت آغاز میشه، چون جامعه جهانی پیامش بسیار واضح بوده در نشست نوامبر در ژنو صورت میگیره. بر حکومت افغانستان گفته شده که اگر انتخابات درست و قابل قبول برگزار نشه، کمک‌های جامعه جهانی بر حکومت افغانستان قطع میشه، کمک‌های ملکی البته. متشکرم آقای خنجانی و آقای آریا. ممنون که با این صفحه دو با ما همراه شدید. این برنامه برای یک هفته روی وبسایت بی بی سی در دسترس شماست، bbcpersian.com/صفحه 2. برنامه رو میتونید روی کانال یوتیوب ما هم مجددا ببینید. لینک برنامه در توییتر ما منتشر میشه، شناسه توییتری ما هست @bbcpage2. برنامه رو در صفحه فیسبوک ما هم میتونید تماشا کنید، facebook.com/bbcpage2. از طریق فیسبوک و توییتر نظرتون رو هم میتونید با ما در میون بگذارید. برنامه بعدی ما روز سه‌شنبه. شب و روزتون خوش.